پس از پخش گزارش نیویورک تایمز درباره تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان، تاکنون ریاست جمهوری به گونه رسمی واکنش نشان نداده است. اما ریاست اجرائیه گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان را رد می‌کند. مذاکرات صلح با مخالفین مسلح توسط افغان‌ها و رهبری مملکت افغان‌ها صورت می‌گیرد، اما ایالات متحده آمریکا مثل گذشته در این روند نقش حامی و تسهیل کننده را دارد. هفته پیش معاون وزیر خارجه آمریکا در بخش جنوب آسیا با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار داشت. اکنون آقای حکمتیار میگوید که بخش اصلی این گفتگوها مشوره درباره چگونگی گفتگوهای مستقیم این کشور با طالبان بود. موقع ولی چی کسام طالبان تو زمر مشوره داده چی د بین الافغانی مذاکرات لاره ورک دی غوی د حیثیت لپاره هم دا غوره ده او د بوران د حل لپاره هم تر ټولو مناسب لاره ده. اما که هغوی ټینګار کوي چې حتماً باید د بهرنیو سره بیا په ځانګړې توګه له تاسو سره وګوري، زه په دې قسم معنی نه ګورم، کیدای شي تاسو له هغوی سره مذاکرات پیل کړي. یکی از سخنگویان طالبان در دفتر قطر برای ترز گفته است که این گروه در انتظار چنین خبری بوده است و از آن استقبال میکنند. اما آگاهان در کابل میپرسند که چرا در این گفتگوها حکومت افغانستان دور زده شده است. افغان حکومت په کردنن ډیر زیات مخالفتونه لري، ډیر زیات مشکلات لري، او متاسفانه ډاکټر صاحب اشرف غنی کړي دومره راتنګ سوی ده چې هغوی لا هم په دې فکر ولو چې پاکستان به په دې کې رول ولوبوي، په طالب فشار به رول ولوبوي، سعودي او په نورو ممالکو کې غونډې ولې هغه څه چې دوی وکړلو یو سمه لاره نه وه، سمه تګلاره نه وه. فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع هم به روز دوشنبه در کندهار درباره چگونگی این گفتگوها واکنش نشان داده بود. وزیر خارجه ما آقای پومپیو گفته است که ایالات متحده آماده است با طالبان گفتگو کند و نیز نقش نیروهای خارجی را به بحث گیرد. اما یک روز پس از این سخنان ماموریت پشتیبانی قاطع با پخش اعلامیه‌ای میگوید که از گفته های او برداشت نادرست شده است. پیش از این در یک گزارش نیویورک تایمز آمده است که واشنگتن راه گفتگوهای مستقیم را با طالبان جستجو می کند. اما حکومت آمریکا می گوید که روند سال به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان به پیش برده خواهد شد. ایالات متحده آمریکا نقش تسهیل کننده را خواهد داشت و اگر حکومت افغانستان بخواهد در این گفتگوها شرکت نیز خواهد کرد. در همین حال وال استریت جورنال به نقل از برخی از مقام‌های افغان و آمریکایی که در روند سال دخیل هستند میگوید که حکومت افغانستان می‌خواهد که در آینده نزدیک یک آتش بس دیگر را نیز با طالبان اعلام کند. نیویورک تایمز گزارش داده است که آتش بس یک جانبه ابتکار جان نیکلسون بود، اما افراد نزدیک به رئیس جمهور میگویند که آتش بس ابتکار رئیس جمهور غنی بود و سوی همپیمانان خارجی‌اش پشتیبانی شد.